تشکر از حفیظ جان و از پیام زیبایشان و امیدوارم که همه ما من حیث یک شهروند وظیفه خود در مقابل پاکسازی محیط و شهر ما داشته باشیم. در این بخش برنامه باز هم مهمان داریم، آقای محسن کاکر، مدیر محصولات صنایع افغانستان با ما در برنامه هستند و امروز در مورد کارهایی که اینا به خاطر سپورت، به خاطر حمایت صنایع افغانستان انجام دادن، به خاطر حمایت صنعت افغانستان انجام دادن همراه ما صحبت می داشته باشند. خوش آمدن، صبح شما بخیر. سلام، سلام به شما و از طریق شما به شما و تمام مردم که فیلم ما رو میبینن سلام تقدیم میکنم. بسیار تشکر آقای محسن کاکر، خوش آمدین در برنامه. و آقای محسن کاکر در افغانستان در صنایع محصولات و مدیر ده چه دوی دیر زیاد لسته راورن لری لیدی پا دی برخه کنند هم دی پاره چه دوی چه کارونه پا دی برخه که تر سره کردی دی کمو کمو ولایتونو تطلی لیدی او دا چه سوم رزمونگ صنعت دی ارتیا لري چې حمایت چې اوسمره حمایت خو مثبت تاثیر لرلی شي د افغانستان په اقتصادي سکتور باندې، د افغانستان په صنعت باندې. له ښاغلي محسن کاکر څخه اورو، په لومړي سر کې تاسو موږ ته دا وایست چې په اوسني حالت کې څومره د افغانستان صنعت حمایت ته ضرورت لري؟ د افغانستان صنعت په دغه وخت کې ټول نه زیات کمک ته او کار ته ضرورت لري، ځکه مخکې خو یعنې ډېر شرکتونو چې دلته کار کوو صنعتکاران ته به یې فنډ ورکوو، هغوی سره به یې حمایت کوو. نو هېڅ داسې یو خارجي شرکت نشته چې دوی سره دغه کسان حمایت کړي او یا دوی مالونه واخلي، ځکه مخکې به دغه خارجیان به وو چې دلته راتلل دوی به اخیستل. نو اوس داسې خل نشته، نو په همدې وخت کې دوی ټول نه زیات دوی ضرورت لري چې دوی مالونه باید یعنی ښه ښایسته عکاسي چې یا هر کمک چې دی یعنی ضرورت لري، که هغه مالی وي او که هر رقم وي، دې مالونه باید دغه بین المللي بازار ته باید وړاندې شي. ډېر ښه. و بیاین در مورد کارکردهای خودتان بگوین که چقدر وخت شده به فعالیت آغاز کردین و چه کارهایی را انجام دادین در این عرصه؟ شرکت ما اصیل در می 2019 آغاز به فعالیت کرده و رئیس ما نصرت خالد است و اینا اینی شرکت به می خاطر ساختن که در بخش صنایع دستی در افغانستان 10,000 شغل ایجاد کنن و تمام صنعت کارهایی که در کابل هستن یا در هر ولایت هستن ما اونا را سروی میکنیم، دکانشان میبینیم، فابریکشان میبینیم، جنسایشان را عکاسی میکنیم و جنسایشان در وبسایت خود برشان یک دکان جور میکنیم، برام خودشان برشان لوگو هم ما جور میکنیم و برشان جنسایشان ما عکاسی میکنیم رایگان و جنسایشان ما در سایت میندازیم. باز مردم که از هر کشور سفارش بده ما برشان میرسانیم و یا هم میتونن که جنسای خودشان از طریق ما به خارج برسانن و اونا یک عاید داشته باشن. بسیار خوب. و به نظر شما چقدر تاثیر مثبت میتونه داشته باشه و چقدر یک کمک میتونه داشته باشه با اشخاص که دسترسی ندارن، به اینکه یا هم وضعیت مالیشان خوب نیست که لوگو بزنن یا هم عکاسی بکنن یا هم یک مارکتینگ بین المللی بر خود داشته باشن؟ ها، اینی بسیار کمک میکنه همراه صنعتکارایی که در افغانستان هستن، چون اینا مهارت محصول ساختن دارن و اینا نمیتونن که و اینی جنس که یا جور میکنن اینا مشتری اینا در خارج زیاد هستن، چون اینی قالین که هست یا لباس هست یا رسامی هستن و یا از چوب باکس ها که هستن یا همه چیزهایی که یعنی هستن در افغانستان هم مردم میخرن، اما بسیاری مشتری اینا در خارج هستن و اینا نمیتونن که یعنی امی تکنولوژی یا بلد نیستن، اینا نمیتونن که بازاریابی کنن یا امو عکس منظم بگیرن. باز امو تیم ما همراه یا کمک میکنن، امو جنسای رو میگیرن و مارکتینگ برشان میکنیم تا که جنسای یا زیاد فروخته شود. بسیار خوب. در مورد ولایت های افغانستان بر ما بگوین که بیشتر صنعت در کدام ولایت افغانستان بیشتر است و از کدام بخش بیشتر از قالین، از لباس یا هم از باکس ها و وسایل چوبی که شما یادآوری کردین؟ ها، امی صنعت فرق میکنه، چون هر ولایت از خود مهارت داره و مثال در آخچه مردمشان بسیار بلد هستند که
قالین بسازن و مثال مردم کنر یا نورستان یازاد بلست هستند که امی پاپاکول بسازن و امی تو هر کشور فرق میکنن و مثال در بامیان یعنی مردم بامیان میتونن امی زنهای بامیان اونا بسیار یه خانه مقبول میسازن و یعنی در هر ولایت فرق میکنه و نظر به فرهنگ خودشان، نظر به هنر خودشان در هر چیز جداگانه کار میکنن. خاغل کاکر، خزو که دیر زیاد در صنعت فن دیر دی، یعنی خز په ولایت که دیر به صنعتی کارونو بان بخت دیه هم سریان کمی سرویگانه چه تاس کردی کم ولایتونو تا چه تاس تلیلی ایلی دلی مودی؟ ها، مون چی سروی کرده فعلا از مون سر که هم تقریبا سلویخ شرکتونه دی چه پانزوس نه دیر مالکان خزی دی چه خز یعنی مالکان دی او خزی او سره کار کوي نو دغه خزی اکثر راضی خپل فابریکی کې دی سره کار کوي او اکثر چې دی کورون نه کار کوي مثال یو شرکت کابل کې دی دغه کارمندان ټول مثال بامیان کې دی یا قندوز کې دی الته هغه کار کوي نو چې کله دغه او بیا شرکت را لګي نو تقریبا شپیتون او یا فیصد یعنی خزی دی که هغه دی مصروف دی پکې ډیر ښه او خزی فکر کوم چې کولی شي ډیر ښه له سړیانو څخه هم په دې برخه کې کار وکړي ځکه چې د ښځو اصلي کار دی صنعت غالۍ اوبدل که دی که هغه یې خندوزي ده که هر څه وي او هیله مند یم چې ټولې افغان ښځې وکولی شي په هره برخه کې چې دوی کار کوي بخصوص په صنعتي برخه کې او کوم ښځې چې په ولایت کې دی وکولی شي په خپله هغه برخه کې پرمختګ وکړي او وکولی شي کوم هیلې کوم موخې چې دوی لري هغې ته ورسیږي ښاغلی کاکړه تاسو موږ ته د دې په اړه ووایه چې ستاسو په نظر څومره اړینه دی د داسې یو ټیم جوړول چې دوی سپورټ کړي هغه کسان چې واقعا استعداد لري استعدادونه یې پټ دي ستاسو په نظر څومره دا حمایت ښه اوسېدلی شي په دې برخه کې دا خو ډېر یعنی داسې یو ټیم اوسېږي ډېر ښه دی او موږ هم غواړو چې یعنی څه کال او آینده کال کې چې څومره صنعتکاران په افغانستان کې دی یا موږ ته راشي یا موږ خپله لاړ شو دی دوکان ته دی ټول موږ صف کړو نو فعلا همدغه کار دی نشي کوی او یو یا دوه درې کسان همداسې مارکیټ پیدا شوي چې دی مالونه وي چې زموږ همسایه ملکونو ته هلته دی پیکیجنګ کوي او خپل د هغې ملک لوګو پې لګوي مثال دی نه اخلي هو ډېر ارزان قیمت باندې دی نه اخلي او خپل په نوم باندې هم خپل فایده پی اچ هم د هغې ملک ته فایده کوي نو دغه کار موږ کوشش کوو چې دغه خپل ټیم غټ کړو چې همدغه هیڅ یو صنعتکار یو خارجي ملک ته خپل مال ونه لیږي همدغه افغانستان نه مستقیم په ښه قیمت باندې مستقیم همغه مشتري چې دغه اخلي همغه اول لاس یا دوم لاس مستقیم موږ همغه مشتري ته ورسو ډېر ښه و واقعا یک اقدام بسیار خوبی از جلب ازی گرفته میشه که محصولات ما که با مو کیفیت خاص خود است خوب است که به نام کشور خود ما به نام خود ما صادر شود و در مورد ازی بگوین که چطور میتونن اشخاص که در ولایت های دوردست افغانستان هستند در مناطق دوردست افغانستان هستند و یا شما نمیتونن برین اونا رو پیدا کنن یا اونا نمیتونن چطور میتونن با شما ارتباط حاصل کنن باز ما فعلا خو دفتر مرکزی ما در کابل است با و در 26 در 26 ولایت ما رضاکارا داریم و اینا هم در دو بخش هم رایم کمک میرن هم در بخش صنایع دستی ما و هم در بخش دیگه ما و اینی هر صنعت کار که میخوانه امر ما کار کنه در وبسایت ما آنلاین اپلای میکنه باز در هر ولایت که هست باز امو کارمند ما که در امو ولایت هست گوره میگیم اونا میرن اکاسی جان میکنه و امو دکانشان که جو شد باز در وقت جنسایشان که اکاسی میکنین باز تیم خود ما میره یک روز دو روز امونجا سفر میکنیم تمام جنسایشان اکاسی میکنیم برشان خوب قیمت میمانیم و امو خوب نشته ها رو برش جور میکنیم بعد از او که همه چیز تکمیل شد باز پس میایم کابل بسیار خوب واقعا که یک کار بسیار بزرگ است یک کمک بسیار بزرگ است بر تمام هموطنان ما و تمام بیننده هایی که بیننده برنامه هستن از ولایت های مختلف کشور کسانی که در خانه تان صنایع دستی کار میکنن و
دسترسی به این ندارن که یک بازار بین المللی برتان ایجاد کنن و مجبور میشن که صنایع دستی تان با قیمت ارزان تر به اشخاص که ارزش ندارن به فروش برسانن. آقای کاکر حتما همراهتان کمک میکنه و شما میتونن که از اینا کمک بخواین. راهش هم گفت که چطور میتونن شما با اینا ارتباط برقرار بکنن و همه چیز قسمی که آقای کاکر هم گفت به طور رایگان برتان انجام میده، اگر عکاسی باشه، اگر لوگو باشه و حتی یک دکان آنلاین هم بر شما باز میکنه. بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردید. در اخیر پیامتون بر جوانان افغانستان میداشته باشید. چون یک پیام به جوانان می است که اینا هر مهارت که یاد دارن اینا میدونن که دمو مهارت کار کنن و هم از ادمی شرکت ها ما می شرکت هایی که فعلا در افغانستان کار میکنن و اینا شاید مشکلات داشته باشن، ما اینا رو میگیم که شما هیچ وقت میتونه عزیز نتین. اگر شما به کارمند نیاز دارین، ما یعنی شما کارمند بگیرین، تا یک یا دو کارمند ما میتونیم که مصرف یک پکیج غذایی است یا هر هر چیزی که اونا نیاز دارن شما برشان کار جلب بدین، اما مصرف خانهشان ما به دوش میگیریم. بسیار خوب، واقعا این هم یک سهولت دیگه که آقای کاکر یادآوری کردن. شما میتونین که همراهشان ارتباط برقرار بکنین و در اون بخش صنعتیتون پیشرفت هایی را داشته باشین. دیر منه نه خور سالاری و در ادامه برنامه با ما باشن. همکار خوب ما احد سروش با ما در برنامه میباشن و لحال بخش جالب و جذاب خلاقیت میبینیم.